سینا ترابی به علت شکایت آقای احمد ساسانی در این دادگاه حاضر شده. اون متهمه که از شباهت ماشینش به خودروی آقای ساسانی سوء استفاده کرده و با دستکاری پلاک ماشین تخلفات رانندگیش رو به گردن آقای ساسانی انداخته. سینا این ادعا رو رد میکنه و برای رد این ادعا شاهدی هم با خودش به دادگاه آورده. ماجرا از جای جدی تر میشه که ماشینی شبیه به ماشین خب آقای احمد ساسانی خودم هستم آقا شما شکایت کردی علیه آقای سینا ترابی درسته؟ بله مدعی هستی که ایشون با مخدوش کردن پلاک خودروش به شما خسارت زده بله یه توضیح میدی؟ آقا اصلا مگه همچین چیزی داریم تو قانون آخر؟ میذارین حرفاشو گوش کنم؟ بفرمه دست درد نکنه لطف میکنه بگو توضیح بده حاج آقا من کارپرداز یه شرکتم به خدا الان بس سر کارم باشم از کارم زدم اومدم اینجا یک یعنی سال این یعنی... آقا مادی و معنوی به من خسارت زده من یک سال این آقا اجازه بده من با این آقا حرفی ندارم حاج آقا داره رو به من میگه تو چیزی به من ثابت نکردی داری رو به من صحبت میکنی با آقای قاضی صحبت کن شانسی پیدات کردم ولی حالا معلومه تو کارم با کجا میرسه تهمت نزن آقا بهش بگو تهمت نزنه خواهش میکنم یک سال ایشون خلاف میکنه جریمه شو من میدم به شرکتمون زنگ زدن گفتم من یکی رو زیر گرفتم و در رفتم خب اعتماد همکارمون به کل رفتی دیگه اجازه بده آقا زیر گرفتی و در رفتی نمیذاره من بیچاره کردی منو تو بیچاره کردی منو تو منو الان تو مهمترین روز زندگی منو کشوندی اینجا ما بیکاری دیگه ما بیکاری اومدیم ترابی خدا اعصاب من الان از صبح تا الان اینجام این پشتم این اعصاب منو خورد کرد آج آقا بدون هیچ گناهی منو کشید اصلا منو بر میشناسی منو کشونده اینجا آج آقا به قرآن به خدا آج آقا اگه شانسی خونشو تو کرج پیدا نکرده بودم واویلا بود من تا صبحم همینجوری شما دوتا رو نگاه کنم همینجوری ادامه بدید به حرف زدن به هر دوتون دارم میگم فهمیدی؟ اینجا دادگاهه چند بار تا الان دادگاه رفتی؟ آقا من دادگاه برای چی برم مگه چیکار کنم من نرفتم خب پس گوش کن صحبت نکن اصلا بدون اجازه من شما شکایت تو آروم خلاصه و مفید به من بگو دیگه هم رو حرفم نپرینا بله چشم بگو آقا حدودای یه سال پیش بود با ماشین دنبال کار شرکت بودم سر چهارراه میرزای شیرازی پلیس راهنمای رایم گفت بزن کنار گفتم چرا گفتن جریمه پرداخت نشده داری 2600-700 گفتم آقا من اصلا جوری رانندگی نمی‌کنم اینقدر جریمه بالا بیارم هر چی گفتم اصرار ماشین بره پارکینگ بخوابه آخرم گفتم می‌خوای پیگیری کنی برو کمیسیون راهبر خب چرا نرفتی کمیسیون راهبر آقا خیلی زمان می‌برد ماشین شرکته من باش کار می‌کنم اونجوری بعد ماشین می‌خوابید کلی کرایه آژانس تاکسی می‌دادم گفتم اول جریمه ها رو بدم بعد برم شکایت کنم آقای ساسانی چرا داره من شما وقتی جریمه رو پرداخت می‌کنی یعنی قبولش داری نهایت می‌ذاری دو روز سه روز ماشین تو پارکینگ بمونه پرداخت نمی‌کنی تا تکلیفت معلوم بشه پرداخت کردی یعنی قبول داری
آقا عرض میکنم خدمتتون، خواستم خلاصه بهتون بگم چی شده. نه دیگه، من اینجا نشستم حرفای تو رو کامل گوش بکنم دیگه، نه خلاصه. بله چشم، بگو. من کارو پیگیری کردم. خب حتی کارو تا جایی بردم جلو که تصویر دوربینم بازنگری بشه. خب نتیجه چی شد؟ خدا خیرش بده، یه آشنا داریم تو هم پلیس راهور، منو برد بالا سر خود عکسا، گفت بیا نگاه کن، عکس ماشین خودت نیست. نگاه کردم گفتم چرا، گفت دیگه چی میگی، جریمه رو بده برو دیگه. ماشین خودت بود؟ همینه دیگه، ماشین من نبود ولی همون رنگ، همون پلاک، همون خب مدل. خب همون رنگ، همون ماشین، همون پلاک، پس چجوری ماشین تو نبوده؟ شما ازدواج کردی دیگه درسته؟ بله. بچه هم داری؟ بله، یه پسر 19 ساله و یه دختر 15 ساله. خب ممکنه پسرت ماشین رو برده باشه بیرون؟ اصلا، چون من از تو چرا نمیشه بدون اجازت نمیتونه ماشین برداره بره بیرون؟ آقا سوالا رو از من میپرسین ایشون جواب میده. خدایی داره رأی دادگاه رو میخواد بر علیه من کنه. پسر تو بدون اجازه تو ماشین نمیتونه ببره بیرون؟ من جواب حاج آقا رو میدم، من با شما حرفی ندارم. حاج آقا اصلا اینطور نیست. از صبح من ماشین زیر پامه. چیکار کنم با؟ بگو چجوری راحت تری همونجوری بود رفتار. آج آقا من دارم میگم جواب سوال من این نیست. جواب سوال من بده. چیکار کنم باهات؟ چیکار کنم که تو حرف نزنی؟ من معذرت میخوام. ها؟ بگو وایس. ممنونم آج آقا. اصلا اینطور نیست. پسر من هنوز انقدر راننده نشده پشت فرمون بشینه واسه خودش بره. از صبح تا غروب ماشین زیر پای خودمه. چی بشه ماشین بهش بدم خودم کنارش میشینم. همین. خب الان از این برای چی شکایت کردی؟ حدود یه ماه پیش بود زنگ زدن شرکت. من اون موقع نبودم تو شرکت. به همکارا گفتن ایشونو میشناسین، یعنی منو. گفتن بله کارپرداز شرکته. کاشف به عمل اومد با ماشین من زدن به یه آدمی رو در رفتن. کجا؟ سر حجاب تقاطع فاطمی. آه این که نزدیک همون محل شرکت خودتونه دیگه. متاسفانه بله. خب بعد توضیح بده؟ هیچی دیگه. الان خدا شده یک ماه درگیر این پروندم. انقدر رفتم و اومدم تا تونستم ثابت کنم اصلا موقع تصادف من اونجا نبودم، جای دیگه بودم، پشت فرمون نبودم. چجوری ثابت کردی؟ همون ساعت من تو شرکت بودم. ساعت ورود و خروجمونم اتوماسیون ثبت میکنه. پرینت اثر انگشتمونم هست. با همه اینا ولی باز عکس ماشینی که پلیس راهور گرفته بود عکس ماشین من بود موقع تصادف. شاهد داری برای این حرفا؟ بله، کارمندای محترم اومدن شهادتم میدن. خب به من بگو که ماشین تو کجا پارک میکنی؟ یعنی ماشین شرکت رو؟ آره. شرکت ما پارکینگ داره حاج آقا. خب. ولی کار من جوریه که مرتب میرم بیرون و میام. اینه که 10 دقیقه یه بار 10 دقیقه نمیتونم برم تو پارکینگ برگردم. خب روز تصادف ماشین تو کجا پارک کرده بودی؟ تو همون کوچه پشتی شرکت. یعنی هر جا جا بشه من پارک میکنم. اونجا دوربین مدار بسته نداره؟ بدبختی من همینه. 2-3 روز رفتم به کاسبا و محلیا گفتم دوربینی چیزی ندارین، دیدیم هیچ کدوم دوربین نداره. خیلی خوب. حالا من یه سوال دیگه ازت بپرسم؟ بفرمایید. ممکنه مثلا ماشین تو به همکاری کسی قرض داده باشی باش رفته باشه بیرون؟ به بچهای شرکت؟ آره. اصلا تمام مدت خداشاری چون امانت ماشین من رسید دادم، وثیقه سنگینم گوشم، تو جیبم، سویچ به کسی هم نمیدم. یعنی اگه بخوام دقیق بگم نه تا به حال ماشین به کسی ندادم. ببین بابا جان، آقای احساسانی، الان شما مدعی هستی که ایشون پلاک خودروشو مخدوش کرده، اومده نزدیک محل کار شما، زده به یه آبر فرار کرده رفته. چرا؟ میگه با شما خصومت شخصی داره؟ میشناسی ایشونو شما؟ نه نمیشناسم. خب اگه نمیشناسی پس چرا کشیدی منو اینجا؟ حاج آقا این داره منو دیوونه میکنه به قرآن. حاج آقا تو اگه منو نمیشناسی پس چرا کشوندیم اینجا؟ حاج آقا به قرآن من یه جای به هزار بدبختی کار پیدا کردم، میخوام استخدام شم. حاج آقا من اگه سوء پیشینه برام درست شه بیچاره میشم. حاج آقا تو رو قرآن. چی شد آیه؟ پیرو به همین قضیه رفتم یه شکایت ثبت کردم تو پلیس راهور. بعد از اون شکایت هفته پیش از پلیس راهور تماس گرفتن، گفتن یه ماشین با مشخصات شما توی توی کرج به علت سرعت بالا یه پراید متوقف شده. پراید کی؟ آقا. خب همین دیگه. الان اشاره کردی به این که یه سری برگ جریمه آوردی برای دادگاه، درسته؟ بله. هستش همراه؟ عرض کردم این وسط من یه شانسی هم آوردم. خب. تو همین هفته گذشته 2 تا خلافی جدید واسه من اومده. من خیلی دوست دارم شما هم یه نگاهی بکنی. یه مطلبی توش هست. خب این الان یکیش نزدیک میدون فاطمیه. بله.
یکیش هم اتوبان شهید باکری. بله. درسته؟ درست. 24 آذر 99. دقیقاً. یه لطفی بکنید حاج آقا به ساعت ثبت تخلف و تاریخش هم یه بار دیگه دقت بکنید هر دوتاشو. خب. هر دوتاش 24 آذر 99، یکیش هم همونجوری که فرمایش کردین 12:45 دقیقه فاطمی، یکیش هم 1:09 دقیقه باکری. آقا اصلا دوتا خلاف ما قبول داریم، جریمه‌شو میدیم، عکس هم درسته. آخه کدوم منطقی قبول میکنه من ظرف 20 دقیقه از فاطمی با اون تراکم ترافیکش بکوبم برم باکری که مثلا دو جو بودم خلاف کنم؟ آقا چه جوری میشه سرعت غیر مجاز داشتی تونستی این کارو بکنی؟ وقتی سرعت غیر مجاز داشته باشی میتونی این کارو کنی؟ حاج آقا تو رو خدا به حرفش گوش کن، خودش داره میگه دیگه، داره اعتراف میکنه حاج آقا. خیلی خوب سکته نکنی. خب آنجا داره خودش میگه دیگه. اصلا بحث سرعت نیست، بحث اینه که اصلا اونجا محل کار من نیست، ماموریت اونجا من نمیدن، من اونجا چی کار میکردم آخه؟ اونم تو فاصله 20 دقیقه. خیلی خوب، بسیار خوب. شما حرف دیگه نداری؟ نه دیگه، فقط من بگم خدمتون اون بنده خوده هم که ماشین به ایزده بود، من رضایتش هم جلب کردم، همه کار رو هم کردم، بعدش پیگیری کردم که کار به این آقا رسید. خب آقای ترابی، درسته؟ بله. میگی چی بگم آج آقا؟ این آقا هر چی دلش خواست گفت دیگه، هر چی دلش میخواد داره آج آقا میبره و میدوزه. پلاک خودرو رو برای چی دستکاری کردی؟ خلاف میکنی؟ آج آقا چه خلافی؟ خب بعضی ها مثلا پلاک رو دستکاری میکنن، مواد جابجا میکنن. مواد چی آج آقا؟ شما چرا داری الان به من تهمت میزنی؟ نه من به شما نگفتم. این آقا سه ساعت داره میبره و میدوزه، حرفشو باور کن. من هنوز حرف نزدم، شدم خلافکار آج آقا. تو چرا داری جلب دادگاه رو برالم؟ تو خدا داری؟ تو خدا داری؟ جواب حاج آقا میخوای منو بدبخت کنی؟ من که نمیشناسم تو. خودت گفتی من نمیشناسمت. جواب حاج آقا رو بده. الان شما متهمی آقای ترابی، باید تفهیم اتهام بشی. آقا من یه سوال ازتون بپرسم حاج آقا. من مگه دیوونم پاشم برم در شرکت این بزنم یکی رو زیر کنم در برم حاج آقا؟ بابا به قرآن من خودم هزار تا کارو بدبختی دارم حاج آقا. زامن داری؟ زامن چیه حاج آقا؟ آن زامن چیه؟ سوال خوبی کردی. زامن کسیه که تو دادگاه میاد سند میذاره برای اینکه متهم از بازداشت نجات بده. آج آقا بر به چه جرمی آج آقا؟ آج آقا من التماست میکنم آج آقا، من هنوز حرفامو نزدم آج آقا، تو رو خدا یه لحظه به من گوش بده آج آقا. من آخه به چه جرمی؟ بابا جان گوش کن، گوش کن. به قرآن بیچاره میشم آج آقا، قسمت میدم به حرفا این گوش نکن آج آقا. خب بگم بد یا نگم آج آقا؟ تو رو ببین، شهود این آقا شهادت دادن، حداقل تو سه مورد از مواردی که ایشون با ماشینش جریمه شده تو دفترش حضور داشته. ماشینش هم اون پایین پارک بوده. بعدم الان این برگه رو نگاه کن اینجا، ببین این برگه کارشناسه، نظریه کارشناسه. شما پلاک خودرو تو دستکاری کردی، عدد یک پلاک تو تبدیل کردی به دو. چرا؟ به قرآن قسم، به خدا قسم، من دو بار کلن این کارو کردم، از سر ترافیک رد شدم، خدا شاهد بعد ترافیک من پاکش برش داشتم، پاکش کردم حاج آقا، اصلا جاش برای همه مونده. آه یعنی الان میگه همه جریمه مال ایشونه؟ معلومه حاج آقا، من اصلا تهران نبودم، من بیشتر کرجم به خدا حاج آقا. من بچه‌ها شاهدن آقا، شاهد من حاج آقا، شاهد منم هزار کنی تو رو خدا حاج آقا. سلام آج آقا. سلام، معرفی کن خودتو. یاشار عسکریم، دوست آقای سینا. قبل از اینکه هر سوالی از شما بپرسم، میدونی که شهادت کذب بله آج آقا جرم محسوب میشه؟ بله، بله. میدونی؟ بله. شما شهادت دادی تو تمام ساعتهایی که آقای ساسانی ادعا میکنه ایشون با مخدوش کردن پلاک خودروش مرتکب خلاف شده، آقای سینا ترابی پیش شما بوده؟ بله پیش هم بوده، در مغازه بودم. شما شغل چیه؟ من قهوه خونه دارم. قهوه خونه داری؟ بله. قهوه خونه یا قلیون سرا؟ فرقی نمی‌کنه، قلیون سرا. اوضاع کارکاسبی چطوره؟ شکر خدا خوبه. شکر. خب خدا رو شکر. بعد ساعت کارت چجوریه؟ ما 5-6 میایم دم مغازه. 5-6 صبح؟ نه بعد از ظهر. تا کی؟ تا پاسی از صبح هستیم در خدمت رفیقام. میدونی که ساعتی که این تصادف اتفاق افتاده ساعت چند بوده آقای ساسانی؟ 11 11 صبح.
الان ساعت جریمه هم اینجا هست. همش صبحه. یه نکته آخه بعضی وقتا... چه نکته؟ برو بشین. برو بشین. خب. چیکار کنیم تو رو بی؟ نم شاهدت دیگه. هی گفتی شاهد شاهد. ببین آقای ترابی، من میگم شما نهایتاً 4 بار اومدی توی محدوده کاری ایشون، پلاک تو مخدوش کردی، سرعت بالا رفتی، سبقت غیر مجاز گرفتی، الان رضایتش رو جلب کنی برات بهتره. من به تحقیقاتم ادامه بدم برات گرون تموم میشه ها. آقا حالا من شاید یکی دوبار این کارو کرده باشم، ولی همش آخه من هم یکی دوبار ازت میخوام دیگه. همون یکی دوبارشو بگو. یکی دوبار که قبول داری این کارو کردی؟ بله یکی دوبار بر. خیلی خوب. گزارش مأمور راهنمایی رانندگی هم اینجا هست. شما پلاکتو مخدوش کردی برادر من. بعدم من یه سوال ازت دارم. چرا فقط یک وسط پلاکو دستکاری می‌کردی؟ ها؟ آقا دیگه شده. یکم سمت راست، یکی آخر سمت راست داری دیگه، درسته؟ بله آجا. چرا اونو دستکاری نمی‌کردی؟ آقا دیگه حالا پیش اومده دیگه. بعد چرا همیشه یک و دو؟ چرا یکو با دو جا به جا میکردی؟ مثلا 3 نه، 4 نه، 5 نه؟ حاج آقا دو راحت تر یه خورده. شما یه چیزی رو یادت رفته. چی؟ حالا من یادت میندازم دیگه. من الان تک تک این جریمه هایی که اینجا هست رو ازت سوال میکنم. شما به من بگو. کدومش مال شما بوده؟ من اصلا یادم نیست آخه. خب من یادت میندازم دیگه. کمکت میکنم یادت بیاد. درسته؟ شما به من کدوم مال شما بوده کدوم نبوده. خوبه؟ میخوام کمکت کنم. خیلی خوب. ببین بابا جان، اتوبان همت شرق ورودی واقع کتاب. کی بود آجا؟ بودی یا نبودی؟ نبودی. نبودم. خدا پدرتو بیامرزه. میدان فاطمی ورودی شهید گمنام. بله آجا. خدا پدرتو بیامرزه. احسنت. باریکلا بهت. میرزای شیرازی ابتدای محدوده طرح ترافیک. بله آجا. باریکلا. احسنت. دور میگه همه رو. خیلی خوب. اتوبان شهید ستاری. کجا جا؟ اتوبان شهید ستاری. نه. خیلی خوب نبوده. اونایی که بوده رو میگه بودم، اونایی که نبوده رو میگه نبودم. میبینی؟ خیلی راحت. خیلی هم از شما ممنونم. آقای ترابی. بله جا. گذرت به بابا طاهر هم افتاده؟ بله جا، ولی من اصلا اونجا جریمه نشدم. نه نه نه، بابا طاهر جریمه نشدی. بابا طاهر محدوده کاری ایشونه. این یه قصه جداگانه ای داره. احتمالاً شما یه روز برای خودت داشتی سمت محل کار ایشون رانندگی میکردی، ناغافل چشمت میفته به ماشین ایشون. میبینی ای بابا، رنگش که شبیه رنگ ماشین خودته. خدا جا خدا. پلاکش هم که شبیه پلاک خودته. به خودت گفتی میام هر کاری دلم بخواد میکنم، میندازم گردن ایشون. به خدا حاج آقا، به قرآن اصلا به این چیزا فکر نمی کردم حاج آقا. همش اتفاقی بود و خدا سر شده. بعد اصلا مگه چقدر جریمش بود حاج آقا؟ حاج آقا به خدا من دیگه اونقدر هم نامرد نیستم. به خدا نیستی؟ ها؟ نه به خدا. جسارتا میتونم بپرسم تعریف شما از نامردی چیه؟ پیره مرد بنده خدا رو زدی انداختیشون و بعدم فرار کردی رفتی بعد میگی نامرد. صحبت نکن. آخه دارین صحبت نکن بهت میگم. حاج آقا پیره مرد کجا بود؟ طرف 30 سالش هم نبود، تازه پاشو دوتا فوش هم به ما داد به قرآن. حاج آقا ای بابا، حاج آقا به قرآن قسم که اگه پیره مرد بود من میموندم کمکش میکردم. من دیدم پاشد خیالم راحت شد. به خدا حاج آقا من دیدم سر من در نرفتم. حاج آقا خورده الان گیج شدم آجا. چی شدی؟ خورده گیج شدم آجا. چرا گیج شدی؟ آجا تو رو خدا یه کمکی چیزی به من بکن کن. من الان باید چیکار کنم؟ من برای رضایت این آقا رو بگیرم. چرا دروغ میگی انقدر؟ این خانم آقا ملکیو که به نام خودشونم نبوده به ما فروختن، پیش پرداختشم خوردن یه آبم روش. خب این غیر از اینه. دخترم خجالت نکش، ما همون آدم بدهیمون بگو خلاصمون کن. این چه طرز صحبت کردن عزیز من؟ خود من با خانومت اینجور صحبت کنم؟ چقدر بهشون پرداخت کردیم؟ 800 میلیون. چه غلطی کردیم؟ ها؟
آش نخورده و دهن سوخته. ما آقای رضایی رو ندیده بودیم، مجبور بودیم از خانم آقای جعفری شکایت کنیم. یعنی از هر کسی دیگه باید شکایت کنیم؟ ما عروسیمون عقب افتاده به خاطر این مشکل. باید پول بهشون برگردونیم. آقای قاضی هر چی آقای قاضی اینا حرف زور میزنن. از صد طرف داره برامون میباره، از زمین و از آسمون داره برامون میباره. بدهکارم شدیم انگار. چه سر من داد میزنی الان؟ حاج آقا من غلط کردم. حاج آقا تو رو خدا یه راهنمایی چیزی بهم بکن. حاج آقا من الان اگر سندی چیزی احتیاج هست بگم بچه‌ها بیارن. نه هیچ سندی هم نیاز نیست. بیا اینجا رو امضا کن. چشم چشم. حاج آقا تو رو خدا حاج آقا التماست میکنم. حاج آقا یه دقیقه. حاج آقا تو رو خدا من غلط کردم. حاج آقا یه لحظه اجازه بده من یه چیزی بگم. حاج آقا تو رو خدا حاج آقا امضا کن. من دارم میرم و میام. جون بچه‌ها حاج آقا به قرآن قسم من کارمو از دست میدم. میخوام استخدام بشم. حاج آقا به قرآن برام سوء سابقه میش. حاج آقا تو رو قرآن قسم من امضا نکن. تو رو قرآن امضا نکن. یه لحظه یه لحظه. حاج آقا تو رو قرآن گوش کن. حاج آقا امضا نکن. این بنده خدا که بفرمایید این بنده خدا که میگه من رفتم رضایت شاکیرم گرفتم الحمدلله اونم که چیزیش نشده دیگه. ولی کارت زشته حاج آقا. من غلط کردم حاج آقا. به خدا دیگه این کارو نمیکنم. مخدوش کردن پلاک تفریح نیست. نیست من نمیدونم چرا تو مملکت ما مردم فکر میکنن اگه پلاکشون رو مخدوش بکنن این خلاف ساده راهنمایی رانندگیه. بابا جرمه حاج آقا. من غلط کردم حاج آقا. حبس برای چی دیگه حاج آقا؟ تو رو قرآن حاج آقا جان بچه حاج آقا به قرآن بیچاره میشه. من رضایت حاج آقا تو رو قرآن یه لحظه ببین. تو رو خدا یه لحظه من گوش کن یه لحظه ببین به قرآن بیچاره میشم. ببین تو رو خوب التماست میکنم. التماست میکنم جان عزیزه. ببین دارم التماست میکنم. تو رو قرآن آج آقا کی میخواد مادر من مراقبت کنه؟ آج آقا به قرآن بیچاره میشم. آج آقا برو بایستر اینجا داد نزد. آج آقا تو رو قرآن قسم برو بایستر جا جلو نیا. برو اونجا برو بایستر جا تو رو قرآن به خدا کسی نیست. برو بایستر جا بهت میگم آج آقا تو رو قرآن آج آقا دارم قسمت میدم. صدا در نه ایدا. خوی. اینجا را اشتباه گرفتی با جای دیگه. بابا دادگاز. عربده میکشه. چیکار کنم آقای ساسانی؟ البته بهت بگم تمام جریمه هایی که ایشون پرداخت کرده رو باید ببری پرداخت بکنی. چشم حاج آقا به قرآن همشو پرداخت بله. میکنم حاج آقا. باید این مبلغ رو بهش برگردونی. بعدم الان شما راجع به این قضیه بهش رضایت میدی یا نمیدی؟ حاج آقا خودتون میدونید من کلی هزینه کردم رضایتون مصدومو گرفتم. همشو میدم به قرآن همشو میدم حاج آقا. اگر که هزینه های منو پرداخت بکنه من به خاطر مادرش رضایت میدم. خیلی خوب. من برات 6 ماه زندان می‌نویسم الان علل حساب. حاج آقا زندان؟ حاج آقا زندان برای چی دیگه؟ زندان تعلیقی. حاج آقا تعلیقی برای چی؟ گوش کن. گوش کن. چند تا گوش داری؟ چند تا گوش داری؟ دو تا. درسته؟ یه دهن. این یعنی اینکه کمتر حرف بزنی بیشتر گوش کنی. حکم تعلیقی یعنی اینکه شما علل حساب الان می‌تونی بری. ولی اگه مجدد جرمی مرتکب بشی این 6 ماه رو باید بری زندان. الان متوجه شدی؟ باز توضیح بدم. متوجه شدی؟ بله آقا. دیگه من اینجوری تو دادگاه عربده نکشی یا؟ آقا ما بریم با اجازهتون. چیکار کنی؟ بریم دیگه. کجا بریم؟ زحمتمون تموم شد. ها؟ بریم دیگه. نه شما که هستیم در خدمتون. مگه اونجایی که داشتی حرف میزدی به توضیح ندادم؟ مگه بهت نگفتم شهادت کذب جرمه؟ رفیقمون بود. تو اون رفیقتو باید بدی دیگه. ببخشید. بشین. ختم دادرسی. بفرمایید. ممنونم آج آقا. آج آقا زحمت کشید. خواهش میکنم. حاج آقا چی؟ شرمندم ببخشید. با اجازه حاج آقا.